نام یاد خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دوستان عزیز. خوش اومدید به وبینار آشنایی با رزبری پای و خانواده بورد های رزبری پای و میکرو کامپیوتر های رزبری پای. خیلی خوشحالم که امشب در خدمتتون هستیم. جلسه امروز راجع به آشنایی با خانواده رزبری پای هست. بریم اول اصلا ببینیم که رزبری پای چی هست. کار خیلی به اسلاید نداشته باشید که حالا به زبون انگلیسی و اینا، بیشتر به حرفای من اگر توجه کنید همه اون پاسخهایی که نیاز هست رو میگیرید. رزبری پای در واقع یک سری یا یک میدونید که خانواده هست از بوردهای کامپیوتری تک بوردی. یعنی خب کامپیوتر میدونید یک مجموعه‌ایه که کیس کامپیوتر یا حالا لپتاپ رو میگم، حالا کیس کامپیوتر رو در نظر بگیرید، روش پاور داره، روش در واقع دی وی دی رام یا سی دی رام داره، قبلا حالا فلاپی درایو داشت یا زیپ دیسک، حالا سن خیلی ها شاید قد نده به این، منم کمتر. بعد مادربورد هست، سی پی یو هست، رم هست، کارت گرافیک هست و و خیلی چیزهای دیگه. یعنی روی تک بورد نیستش، روی چندین تا در واقع زیر سیستم هم به هم دیگه وصل شدن و در نهایت کامپیوتر شما رو شکل میدن. اما یه پدیده شکل گیره و اونم این که بیایم همه این کامپیوتر رو، یعنی همه این تشکیلات رو بیایم روی یه دونه بورد و در یک ابعاد کوچیک درست کنیم، ما به اینا میگیم کامپیوترهای تک بوردی. پس در واقع small single board کامپیوتر رو جزء این دسته‌بندی قرار میدن، یعنی رزبری پای رو جزء این دسته‌بندی ها قرار میدن و ماهیتش یک بوردی است متعلق به کشور انگلستان و یک فاندیشن یا یک بنیادی به اسم رزبری پای که هم نام با در واقع خود برند هستش، اومده توی شکل‌گیری اون کمک کرده و رسیده به قصه ای که حالا امشب میخوایم راجبش صحبت بکنیم. هدف اون در واقع برای پروموشن، برای ترویج و معرفی یاد دادن در واقع مهارت‌های کامپیوتری و علوم کامپیوتر در مدارس و در کشورهای توسعه یافته است. پس هدف اون در واقع فراهم کردن یک ابزار آموزشی برای کامپیوتر ساینس، برای یاد دادن مهندسی کامپیوتر و زیرشاخه‌های مختلف اون هستش در کشورهای توسعه یافته و از جمله در خود انگلستان، یعنی در مدارس انگلستان بیان از این بورد استفاده بکنن تا در واقع یک ابزار باشه دیگه، یعنی به جای اینکه حالا کامپیوترهای بزرگ حالا با قیمت‌های بالا باشه، یک بوردی باشه با قیمت کوچیک با حداقل امکانات یک کامپیوتر که تجربه استفاده از کامپیوتر رو واسه دانش آموزا، واسه حتی دانشجوها فراهم بکنه. اینجوری شد که این رو که معرفی کرده، حالا تاریخچه رو جلوتر تو اسلاید ها داریم، انتظار در واقع بیش از حد انتظار ظاهر شد این بورد و فروشش و یه حدی شدش که تارگتش یا هدف از فروشش که مثلا واسه کار آموزشی و مدارس و کشور توسعه یافته بود، بیشتر در حوزه رباتیک و بین علاقمندان رباتیک که میدونم حالا تو جمعمون امشب هستن خیلی خیلی استقبال شد و این باعث شدش که به اصطلاح از اون حدی که پیش بینی کرده بودن که حالا مثلا میگفتن یه 100 تا 200 ازش میفروشیم و تمام میشیم میره، یه تعداد خیلی زیادی که بالغ بر 5 میلیون تا سال 2015 تا فوریه 2015 فروش رفت. عدد بسیار بسیار بالاییه برای یک مجموعه که تنها 6 نفر عضو داشت در اولش و اصلا دفتر کاری هم نداشتن، همه مکاتباتشون از طریق چند تا تلفن و در واقع جیمیل و همین ارتباطات روزمره‌ای که من و شما با هم دیگه داریم. اصل داستان رزبری پای از سال 2006 شروع شد. سال 2006 اومدن یک بوردی رو، میدونید که همه کارهای بزرگ معمولا یک الگویی پشتشون هست. خب یه بی بی سی رو قطعا همه شما ها میشناسید، بریتیش برودکاستینگ کمپانی، یا حالا یک بیشتر به عنوان شبکه به اصطلاح تلویزیونی اونو میشناسیم که مال در واقع انگلیسی ها هست و شبکه از یه جورای صدا و سیمای اوناست
ولی خب همه به این نام بیشتر میشناسیمش، اما برای کشور خودش بسیار خدمات ارزنده و بسیار کارهای گوناگون و سرویس‌های گوناگونی رو میده. از جمله تو زمینه آموزشی شاید براتون جالب باشه که حدود دهه 80 به بعد یک مجموعه بورد‌های آموزشی رو با همین هدف آموزش دادن به دانش آموزها و تو مدارس معرفی کرد به اسم بی بی سی میکرو، یعنی اسم بی بی سی هم پشتش گذاشت و در واقع بی بی سی به عنوان سرمایه گذار و اون ایده دهنده اولیه این طرح بودش. آقایونی که رزبری پای رو در واقع داستانش رو شکل دادن و حالا جلوتر خواهید دید تصاویرشون رو، ایده اولیه شد این بودش که یک چیزی مشابه با بورد بی بی سی میکرو رو بسازن که حالا اگه علاقه من بودید بعدا روی حالا همین گوگل ایمیج و اینا میزنم نگاه میکنید که چیه، که سال 2006 بود این ایده به ذهنشون زد و حدود 6 سالی طول کشید که این برسه به یک محصول که از در واقع آلفا تست و بتا تست در اومده باشه و من و شما بتونیم از بازار بخریم. 6 سال از 2006 بیایم این برتر میشه سال 2012، یعنی حدود 9 سال پیش این اتفاق افتاد و هدف این بودش که به صورت لو کاست و قیمت کم و در حدود 30 دلار بیان کامپیوترهایی رو بدن بیرون برای هدف آموزش. بسیار خوب، تا اینجا که اوکی دیم. اما بریم جلوتر. 2006 این ایده به سرشون زد، 2009 دیدن که خب عادی نمیشه اینو چیز که یه سرمایه گذاری خیلی عظیم میخواد، اومدن در واقع رزبری پای فاندیشن یا بنیاد رزبری پای شکل گرفت. یک چریتی یا یک بنیاد خیریه بود در واقع از یوکی یا یونایتد کینگدام یا حالا همون انگلیس نشأت گرفت و رشد کردش و در واقع این بودش که به هدفش این بودش که به افراد در اقصانوقات کره زمین به ویژه در کشورهای در واقع در حال توسعه بیاد ابزار و دانش حداقلی برای یادگیری در واقع علوم کامپیوتر به صورت نرم افزاری و به صورت سخت افزاری رو فراهم بکنه. و در واقع تصاویری که حالا از این افراد دارید میبینید که حالا دور یک میز جمع شدن، افراد اصلی در واقع حالا از اساتید دانشگاه بودن، افراد حالا مهندس الکترونیک بوده، مهندس نرم افزار بوده و غیره، اومدن حتی دیولوپرهای لید دیولوپر لینوکس هم بوده روش که حالا میدون جلوتر آشنا میشیم که سیستم عاملی به اسم لینوکس روی این بورد سوار شده و خب افراد مختلفی که هر کدوم توانمندی های خاصی داشتن و عمدتا مهندسین بودن استفاده شد. در کامپیوترها از این بورد استفاده میشه؟ نه دقیقا نه، از این بورد استفاده میشه خودش کامپیوتر مستقل، اصلا هدف این بوده که بی نیاز بشه از کامپیوتر. مثلا توی کشور آفریقایی خب انتظار داشتن یک کیس کامپیوتر به ازای هر دانش آموز یا حالا حداقل به صورت گروهی در یک کلاس خب یه ذره غیر ممکن بود، ولی با 25 دلار 35 دلار این حدود یه کامپیوتر کامل داشتن که فقط نیاز به ماوس و کیبورد و مانیتور داره به مراتب دستیافتنی تره. درسته؟ بریم جلوتر. سال 2011، از 2009 بیایم دو سال این ورتر، با کمک همین بی بی سی اومدن یک پروتوتایپ، بچه پروتوتایپ یعنی نمونه اولیه، یک ما معمولا واسه کارهای مهندسی قبل از اینکه خب بیای تیراژ بالا بسازیم یه پروتوتایپ اصطلاحا میسازیم. سال 2011 در واقع در به کمک بی بی سی و حالا بی بی سی این رو منتشرش کردش، یک پروتوتایپی از رزبری پای معرفی شد. تصویرش اینجا دارید میبینید، یک بورد خیلی کوچیک با جسه یه جورای تامپ درایو به اندازه شاید یه خورده بزرگتر از یک فلش و در واقع ظاهر این قضیه اگر شکل رزبری پای دیده باشید، حالا تو عکس ها مخصوصا احتمالا تو سایت موقع ثبت نام قطعا دیدیدش، خیلی متفاوت ظاهرش که ابعاد خیلی کوچیکی داره به نسبت یه چیزی که تقریبا تو این ابعاده ببینم چه شکلی دیده میشه. آره دیگه دیده میشه، یه چیزی تقریبا تو این ابعاده شاید به اندازه یک با افاق میشه که به اندازه یک کارت اعتباریه. خب این خیلی متفاوت بود ظاهرش، باید صبر کنید تا یک سال دیگه ببینید چه بلایی سرش میاد. ولی خب روش HDMI داشت، پورت USB داشتش،
و خب خیلی چیزهای مختلفی داشت اما نسخه قطعی نبود. اما شکل این رو یادتون باشه، جلوتر که به انواع اقسام رزبری پای میپردازیم میبینید که معمولا هر چیزی که اون اولش آدم به فکرش میرسه و دوست داره بسازتش رو، حتی اگر نتونه بنابر امکانات یا بنابر خواسته اون موقع نتونه، بعدا یه جورایی میاد باز هم بهش برمیگرده. این در مورد اکثر کمپانی ها و اکثر افراد این وجود داره. شاید براتون جالب باشه در مورد مثلا سونی هست. سونی یک کمپانی ژاپنیه که دهه 80 90 میلادی خیلی از ابزارهایی رو معرفی کرد که توی اون زمان مشتریاش که حالا ما مردم میشیم گنجایش و ظرفیت استفاده از اون وسایل یه جورایی نداشتن، خیلی احساس نیاز نمی‌کردن یا خیلی براشون عجیب بود. ولی بعد که اومد اون محصول خب به ظاهر شکست خورد یا در قالب یه دونه محصول تستی و بتا داد بیرون، بعدا مثلا 10 سال بعد 15 سال بعد، یعنی میخوام بگم حتی با این اختلاف زمانی، اون محصول خیلی موفق شد و خیلی به اصطلاح پیروز شد. و شرکت هایی که معمولا میان اینجوری تکرار میکنن اینجور کارا رو همیشه پیروز میشن. یه سری وقتا هم البته اتفاق افتاده که مثلا میگم شرکتی به اسم فکر میکنم زیمنس بودش که سال حدود فکر میکنم 2005 اینا اومد تبلت معرفی کرد، اون موقع خیلی برای همه عجیب بود. بعدن چندین سال بعد که استیو جابز در واقع تبلت ها رو معرفی کرد، دیگه یه جورایی کلن کسی از زیمنس یادی نمی کرد. چرا؟ چون از قافله دیگه عقب مونده بود. درسته که اولین بار اومده بود این چیزو ساخته بود، ولی بعدن دوچاره شکست شده بود به خاطر اینکه نیومده بود اون موفقیتش رو تکرار کنه. باور نکرده بود که خب الان میتونه مناسب بود، یعنی وقت رو درست بتونی شناسایی کنی و استراتژی بچینی یکی از اون گزینه‌های مهم توی کسب و کارت. اسلاید بعدی، سال 2011 همون سال اومدن یک سری آلفا بورد گذاشتن. بچه ما یه آلفا داریم یه بتا داریم، معمولا آلفا پیش از بتاست. بتا معمولا اینجوریه که مثلا میگم یک جمع کوچیک، یک خانواده کوچیک مثل شماها که علاقمند هستید و امشب تو این وبینار شرکت کردین، من یه محصولی رو میسازم، یک بوردی، یک رباتی، یک کلا پروداکشنی حالا تو هر زمینی میسازم و به عنوان بتا تست در اختیار شما قرار میدم. شماها میشید بتا تسترای من، یک جامعه کوچیک که علاقمندن، حرفه‌این، کار میکنن، تست میکنن و ایراداتش رو شناسایی میکنن. نتیجه اینه که من فقط به 10 نفر، 20 نفر، 1000 نفر این رو درست کردم. اگه ایرادی هم داشته باشه به راحتی میتونم برطرفش کنم. آلفا حالا پیش از اینه، یعنی که معمولا بین داخلی خودشون این تستا انجام میشه و ممکنه خیلی نقصای جدی داشته باشه چون اولین باره که داره پیش از، در واقع دو مرحله مونده، دو تا استپ مونده به تولید انبوه داره میاد بیرون. سال 2011 رزبری پای نسخه آلفا رو داد بیرون که شکل شمایلش رو اینجا دارید میبینید، در واقع شکل بورد هستش که یه جورایی حالا شکل بوردش خیلی نزدیک شد به این بوردهایی که امروزه میشناسیم و بیسش آرم شدش. بعد به صورت لو کاست هم در اومد، یعنی به حالت ارزون قیمت در اومد، چیپستش هم بر پای معماری آرم شد و توسط شرکت معروفی به اسم برودکام که حالا هم توی چیپست های مخابراتی خیلی مشهوره، هم چیپست های اینجوری پردازشی، با سری مدل BCM2835 معرفی شد. و یکی از چیزهایی که خیلی خیلی مهم بود با اضافه کردن و استفاده از چیپست این بودش که امکان استفاده از در واقع سیستم عامل لینوکس رو اومد فراهم کردش، یعنی یک سیستم عامل فول به صورت در واقع یک کامپیوتر رومیزی قابل پیاده سازی بود روی این بورد، یعنی روی رزبری پای آلفا. و البته گرون بود حتی اون موقع هم، یعنی حدود 110 دلار بود و حتی بهش هیولای 110 دلاری هم میدادن. یه مقدار به نسبت اون زمانم نگاه کنی 110 دلار قیمت زیادی بود، ولی من یادم دقیقا اون دوران ها خب از قدیم من دنبال میکردم اینجور چیزها رو، 110 دلار مثلا بوردها رقبای مختلف دیگه هم وجود داشت که کار میکردن. یکی از نکات کلیدی که رزبری پای پیروز شد و اینکه خیلی خیلی مشهور و زبان زد شد این بودش که حالا جلوتر هم باز بهش اشاره میکنیم، ولی این بودش که قیمت خیلی پایین در آورد، یعنی هولاش 25 تا 35 دلار که واقعا چیزی در حد شاید یک وعده دو وعده نهایت مکدونالده، حالا اینجا رو نبینید که قیمتش میلیونی میشه. و یکی دیگه هم این بودش که ریسورس ها و منابع رایگان و غیر رایگان خیلی زیادی، چون راحت ارزون بود و مثل ایران نیست حالا اینجا که هر چیزی رو یکی میخره خب برای خودش کار میکنه و هیچ خروجی خاص دیگه‌ای در قالب حالا فرهنگ سازی و پروموشن و
چه حالا مجانی چه به صورت پولی نداریم با اون صورت. تو خارج خب اینجوری اکثرا میان تو فروم ها تجربیاتشون رو شیر میکنن و اینا، و باعث شدش که این زیاد منتشر شدنه و قیمت زیاد، قیمت ارزون بودنه باعث بشه که خیلی ها بیان اینو بخرن، سوالاشون رو بپرسن یا برنامه هاشون رو شیر کنن و این یک کامیونیتی خیلی باحالی شکل بگیره که بیش از پیش در واقع همه علاقه منشن و حریص بشن نسبت به اینکه این چیه بریم تجربه کنیم و به این صورت کار کنیم روش. اما در واقع بتاش، برد سری بتاش که میبینی شکل و شمایلش دیگه خیلی بهتر از قبلی هم شدش، تو آخرین روزای 2011 معرفی شد و قیمتش بسیار بسیار اومد پایین و کات شد یه جورایی قیمته و یه جورایی دیگه حاضر شد واسه کار کردن، واسه انتشار عمومی اون، که اصل این داستان آقای به اسم ایتن آپتون در واقع داره شکلش میده و داره میبرتش جلو، و خب از یک شخص دیگه، یعنی یک کوکریئتور دیگه هم داشته به اسم آقای پیت لوماس، که این دو نفر با هم دیگه در واقع تو این زمینه کار کردن تا اینکه رسید به لانچ بورد، یا بوردی که من خیلی خوب یادمه حالا سالهای اول دانشجویم بود و خیلی دوست داشتم که همچین بوردی رو بخرم، منتها خب طبق معمول یه مقدار برای ماها گرون بود و البته خب چون تازه بود آدم دوستش ببینه حالا چی پیش میاد، ولی خب از قدیم من همیشه علاقه داشتم به اینجور بوردها. که رزبری پای یک مدل بی معرفی شد سال 2012 فوریهش منتشر شد و حواستون هست دیگه گفتم تا فوریه 2015 5 میلیون تا فروش شد، یعنی در عرض 3 سال یک بورد از یک مجموعه ناشناخته و یک تیم خیلی کوچیک 5 میلیون نسخه فروخ. و شاید جالب باشه برات که بیش از 100 هزار تا سفارش فقط در روز اول گرفت. بوردی با 35 دلار قیمت که عدد خیلی خاصی نیست، دو تا پورت یو اس بی داشت، اترنت یا شبکه 100 مگابیت بر ثانیه داشت، اچ دی ام آی 1.3 داشت، 26 تا پین جی پی آی او، حالا میگم جی پی آی او چی هست، و پروسسوری قدرتش به حدود 700 مگاهرتز بودش که نسبت به زمان خودش تقریبا یه عدد خیلی قابل قبول خوبی بود. خیلی از در واقع تلفن‌های همراه هوشمندم همچنان رو همین 700 مگاهرتز و اینا بودن، البته کسی هم انتظار نداشت که این مثل یه گوشی کار بکنه. و نکته باحال‌ترش این بودش که در واقع کور جی پی یو که حالا داخل سی پی یو قرار داشته بود پلی بک ویدئویی 1080 میتونست بده، یعنی فیلم فول اچ دی میتونستید این تو پخش کنید و یک انقلاب خیلی عجیب و غریب در صنعت کامپیوتری و به ویژه در حوزه آموزش کامپیوتر ساینس محسوب میشد. که حالا میبینید که پیش از این البته در حدود 100 تا 200 تا دونش رو اینا تو چین سفارش دادن که قیمت خیلی بیاد پایین و اینا، بعدن در واقع کارخونه سونی بودش که در ساوس ویلز انگلستان اینا اومدن از اواخر 2012 خط تولیدم انتقال دادن به خود کشور خودشون و آقای ابن آپتون که حالا تصویرش هم اینجا میبینید شخصی بودش که اون ایده اولین بار به کلش زد و خودش رو میبینید و خط تولیدی که حالا پشت سرش را انداخته و اینجا هم سری از بوردا رو میبینید دیگه، 6 تا دونه بورد که حالا قراره الان برش بخورن بسته‌بندی بشن و به دست مشتریاشون برسن. اینجا یه چارتی از سیل ها و فروش اون رو میبینید، میدیدید الان میبینید دوباره که میبینید که خیلی عجیب و غریب، یعنی این چارت تا سال حدود هم 2019-2020 رو اینجا میتونید توش ببینید. از 2012 که حالا نسخه بتا شروع شد سری های مختلفش رو میبینید و فروش و شیب فروش رو میبینی، این داره نشون میده که چقدر داره بهش توجه میشه و چقدر یهو همه شاخکاشون تیز شد که خب این چیه بخریم تو کارامون استفاده کنیم چقدر ارزونه و همجوری غیره. عددهایی که دارید میبینید بالاش با صورتی نوشته شده بر حسب میلیون هست، تعداد در واقع 25 میلیون تا مثلا اواخر 2018 فقط فروخته، یعنی تا رزبری پای 3 رو میگیم، که رزبری پای 4 که 2019 معرفی شد ببینید که عدده داره به سر به فلک میکشه و الان قطعا از در واقع 40 میلیون هم گذشته. پس میبینید که یک شیب بسیار بسیار زیادی بوده و از همه جالبتر این که ماها باشیم این رو میدیم چین بزنه یا کشورهای دیگه که ارزون در بیاد، اما خط تولیدش رو کامل به انگلیس منتقل کرده و میبینید که یک کارآفرینی خیلی عجیب غریب هم واسه کشور خودش کرده که به نظرم یه درس خیلی قشنگی میتونه باشه واسه کسایی که حالا
دوست دارن توی کشور هم فعالیت.